باور کنید نمیخوام گولتون بزنم، اصلا فکر نکنید که جای اشتباهی اومدید یا فکر کنید که آره چه تایتل خنده داری، چه جوری از اعتیادمون پول دریاریم. حتما قرار یارو یه سری چیزای الکی بگه به ما و بعدش هم ما رو توی یک بیراه رها کنه و از این جور داستانا، در حالی که نه، واقعا میخوام بهتون بگم که چه جوری از اعتیادتون پول دریارین. اینو کی داره میگه؟ منی که 3 ساله دارم توی حوزه اعتیاد کار میکنم و خب چنل منو اگه ساب داشته باشید و کامنت انگلیسی هم بذارید ممنونتون میشم، متوجه این داستان شدین. و یا اگرم که ساب نداشته باشید و برید محتوای چنل منو نگاه کنید، متوجه خواهید شد که من 3 ساله دارم توی حوزه اعتیاد کار میکنم، انواع و اقسام دراگا رو میشناسم، انواع و اقسام دراگا رو زدم و انواع و اقسام دراگا رو میزدم و الان چند سالیه که سوبر هستم. به هر حال واقعا میخوام بهتون بگم چجوری از اعتیادتون پول دریارید. سلام بچه ها، دکتر سنا هستم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. این اپیزود در مورد یک موضوعیه که به شخصه روی پولدار شدن من تاثیر بسیار گنده ای داشت. من آدمی بودم که واقعا دارم میگم، حالا اون زمان خرج جنسمون بالا بود، خرج گل کشیدن و نمیدونم چند نفرم بودیم دور هم دیگه، برای همین مصرف میرفت بالا، گل، شیر تریاک، قرص خواب، سیگار، و برای همین خیلی کم پول بودم. اما بعدم که گلو گذاشتم کنار، خب مگه یه پزشک عمومی چقدر حقوق داره؟ یه پزشک عمومی مثلا موقعی که طرحش باشه ماهی 13 تومن 14 تومن توی شهر نسبتاً بزرگ توی شهرستان. خب منم همینجوری بود بچه ها، حقوقم مثلا ماهی 12 13 حقوق داشتم و اصلا نمیدیدم توی خودم بخوام انقدر پولدار بشم. خب حالا البته از دید خودم الان پولدارم، شاید شمایی که الان داری ویدیو رو می‌بینی بگی آقا تو چپ منم نیستی تو پول و سرمایه، بر منکرش لعنت. اما به هر حال میخوام بهتون بگم یکی از بزرگترین چیزایی که باعث شد سلاطین من به حساب خودم بتونم پول بیشتری دریارم این بود که یاد گرفتم چجوری از اعتیادم پول دریارم. احتمالاً بدونین من پزشک کمپ ترک اعتیادم، یعنی مسئول فنی کمپ ترک اعتیادم. کمپ ترک اعتیاد جاییه که آدما میرن برای اینکه ترک کنن، یا چون بچه‌ها ما 2 مدل کمپ داریم، یک کمپ هست بهش میگن تمایلی، یک کمپ هست کمپ اجباری. شما احتمالاً در خصوص کمپ های تمایلی شنیدین. کمپ های تمایلی کمپ هایی هستن که میره با تمایل خودش، با میل خودش اونجا بستری میشه. کمپ اجباری نه، کمپ اجباری مخصوص معتادان کارتون خوابه، کسایی که توی خیابون معتادن، گدایی میکنن و کارتون خوابن، خونه زندگی ندارن، اونا رو بر میداره پلیس یا کلانتری میگیره میاره توی یک جایی مثل زندان، شبه زندان، یک سوله خیلی بزرگ، مثلا میبینی 300-400 تا تخت معتادای شالات به معنای واقعی که امیدوارم همشون رها بشن و حال خراب، زخم، عفونت، هپاتیت، HIV، معتادان تزریقی، معتادایی با مصرفای سنگین، یعنی مثلا تویی که داری گل میزنی جلو اونا چیک چیک یک جوجه حساب میشی واقعا. خب من به واسطه کاری که دارم، پادکستایی که ضبط میکنم، پزشک اونجام، با این معتادا زیاد صحبت کردم و یک نکته خیلی جالب که شاید خود این آدمها و خیلی از آدمهایی که با این آدمها صحبت میکنن بهش نرسیده باشن که من بهش رسیدم و اومدم اینجا تا این مسئله رو باهاتون بگم، اینه که همه این افراد انقدی کار میکردن تا پول موادشونو داشته باشن و دیگه کار نمیکردن. میدونین اعتیادای صنعتی بچه ها مثل هروئین، که اکثر کسایی که کارتون خوابن به خاطر هروئین کارتون خواب شدن، چون هروئین یه چیزیه که واقعا زندگی تو رو میگیره، انقدر لذت زیادی داره که تو دیگه بدون اون نمیتونی زندگیت کنی، انقدر لذت زیادی داره که تو حاضری از همه چیز توی دنیا بگذری، خانواده، اعتبار، آبرو، سلامتی و حتی جونت بگذری تا اونو داشته باشی. به هر حال جنس های صنعتی اینجوریه که طرف مثلا هروئینو باید هر نیم ساعته بزنه تا خمار نباشه. طرف شب که میخوابه بچه‌ها، مثلا هروئینشو میزنه، شب میخوابه، صبح که از خواب بیدار میشه باید جنس صبحش زیر بالشتش باشه موقعی که شب داره میخوابه. چرا؟ چون وقتی صبح از خواب بیدار میشه بی نهایت خماره، انقدی خماره که حتی نمیتونه از تختش بیاد پایین، نمیتونه بره دستشویی، نمیتونه بره دست صورتشو بشوره، صبحانه بخوره و بلا بلا بلا.
بلا. این آدم چون میدونه سر صبح بدون هروئین امکان نداره بتونه صبحش رو شروع کنه، شب موقع خواب جنس صبحش رو زیر بالشتش داره و اگر اون جنس صبحش رو پولش رو نداشته باشه که بخره نمیخوابه. این آدم آدمی نیست که سرمایه دار باشه، این آدم آدمی نیست که پول دار باشه، این آدم طرز فکری داره که اگر همه ما پیاده کنیم توی زندگیمون پول دار میشیم. دوست دارم با جون و دل گوش بدین، شاید من براتون باز کنم بتونیم به یه زاویه دید باحالتری برسید، به زاویه دید من نزدیکتر بشید، زاویه دیدی که من به این قضیه دارم واقعا به پول دار شدن من کمک کرد. بی پولی باید شما رو انقدر خمار کنه که شما نتونی بخوابی. نگاه کن رفیق من، طرف با یک ساق طلایی یه روز زندگی میکنه. طرف یعنی منظورم همین معتاد کارتون خوابه. با یه ساق طلایی یه روز زندگی میکنه. روی یه کارتون میخوابه. با یه دست لباس ممکنه یه سال زندگی کنه. اما هر روز موادشو داره. خیلی جالبه ها. یعنی اگه این قرار بود پول موادشو جمع کنه، پول موادی که تو یه روز مصرف میکنه میتونست با همون یه دست لباس بخره برای خودش. میتونست بعد یه ماه یه خونه اجاره کنه و میتونست واقعا شاید زندگی بسازه. اما چون هیچ کدوم از اینا برای ادامه زندگی اون واجب نیست، اما هروئین واجبه. اون اگه غذا نخوره بازم میتونه کاراشو بکنه، اگه جا برای زندگی نداشته باشه و کارتون خواب باشه بازم میتونه کاراشو بکنه. اما اگر دوا یا همون هروئین نباشه صبح از خواب نمیتونه بیدار شه، برای همین هر جور شده پول اون هروئین رو در میاره. خیلی جالب. به عمق داستان فکر کنید. باید اگر میخواین از اعتیادتون پول دریارین، ذهنیتی که راجب اعتیاد داری رو شیفت بدی و اونو راجب پول داشته باشی. ما آدماییم که اگر معتاد باشی رفیق من میدونی که اعتیاد چجوریه. تو واقعا حاضری از خیلی اشغالات بزنی که بری گل تو بکشی، حاضری غذا امشب جای پیتزا یه غذای سبکتر بخوری گل بزنی، حاضری تو روی مامان بابات وایستی گل بزنی، حاضری شب نخوابی کیلومترها رانندگی کنی بری پیش ساقی جنسو بگیری که صبح میخوای بری یه مسافرت جنسو داشته باشی گل. حالا شما بیا رو شیر تریاک، رو جنسای دیگه، میدونی چی میگم. اما آیا حاضری تو روی مامان بابات وایستی که پول دریاری؟ حاضری با یه سری رفیقات راه بری با یه سری رفیقات راه نری که پول دریاری؟ از همه مهمتر، آیا شده پول در نیاری و شب راحت خوابت ببره؟ دقیقا مثل اون معتادی که اگر جنسش زیر بالشتش نبود شب غیر ممکن بود خوابش ببره، چون میدونه صبحش صبح نیست. من اینو تو زندگی خودم پیاده کردم. من واقعا وقتی یه چند تا معتاد اینجوری رو دیدم گفتم سنا بیا به خودت بگو من اگه امشب یه تومن پول در نیارم شب خوابم نمیبره، تو کلت زمان بیداری فقط دارم به این فکر میکنم که چجوری اون یه تومن رو دریارم. دقیقا مثل معتادی که مثل معتاد کارتون خوابی که توی موقع بیداری گدایی میکنه، دزدی میکنه. حالا من نمیگم این کارا رو بکنیم، مسلماً دزدی کار خوبی نیست، اما گدایی میکنه، دزدی میکنه، کلاهبرداری میکنه، فقط و فقط و فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میدونه اگه جنس نداشته باشه خماره. میخوام یه ذهنیت اینجوری داشته باشید که آقا من از صبح که بیدار میشم خمار پول در آوردن باشم. اگه پول در نیارم من خوابم نمیبره، اگه پول در نیارم من صبح به خودم هزاران بد و بیراو میگم. این ذهنیت پولساز. همیشه من گفتم اگر ذهنیتی که معتادی که توی کمپ ترک اعتیاده و ما معتادا کلن ذهنیتی که ما معتادا اگر ذهنیتی که ما معتادا نسبت به مواد مخدرمون داریم همون ذهنیت رو نسبت به پول داشته باشیم، شک نکنید و از اون طرف توان گنده فیزیکی داشته باشیم که بتونیم تلاش کنیم، شک نکنیم میتونیم توی یه سال بهترین پولا و بیزینس ها رو دریاریم. چون میدونیم که مهمترین چیز برای پول در آوردن ذهنیت. درسته، حتما نظر خودتون رو تو بخش کامنت سکشن بگیم بچه ها، و خیلی خوشحال میشم اگه دو
دوست داشتید لایک کنید و اگر چنل ما رو ساب ندارید ما اینجا هستیم تا در مورد اعتیاد و دراک ها و بیماری های روان، استراب، افسردگی و در مورد همه چی به شما اطلاعات بدیم. پس خیلی خوشحال میشم ما رو سابسکرایب کنید. تا دیداری دیگر. Edward.